کرونا در واقع ما هر شغلی رو که داشتیم دچار آسیب کرد. قبل از اینکه کافر رو راه اندازی کنیم ما سالن تئاتر داشتیم که از اسفند 98 در واقع دچار تعطیلی شد، مثل همه سالن‌های دیگه و مشاغل دیگه. بعد از اینکه سالن‌ها تعطیل شد، خب ما یه مؤسسه فرهنگی دیگر رو که داشتیم اومدیم باهاش اون رو راه اندازی کردیم که کافه هم یه بخشی از اون اتفاق بود. اما دقیقاً روزی ما افتتاح کردیم که اعلام کردن مشاغل از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل بشه، دقیقاً 20 آبان این اتفاق افتاد و از همون روز مجبور شدیم در ببندیم. بعد رفتیم جلوتر، کلن گفتن مشاغل گروه غیر از مثلا گروه یک تعطیل باشن، خب دوچاره باز توقف شد کارمون. همزمان با همه اتفاقات و بحث تورم و بحث گرونی مواد اولیه هم بود که مجبور شدیم منو رو این بالا پایین کنیم. در جریان هستن بسیاری از این در واقع دوستانی که بکار کافه بودن مجبور شدن تعطیل کنن، واگذار کنن. بریم توی مثلا سایت دیوار چک کنید، الا ماشاءالله واگذاری کافه است. 6 ماه بعد از افتتاح اینجا زمزمه های شروع کرونا اتفاق افتاد، ولی تو همین مدت تاثیر خیلی زیادی روی درآمد مجموعه داشته. حالا نه فقط کافه ما، تمام کسایی که دارن توی این سمت فعالیت میکنن. قبل از شروع کرونا ما حتی میانگینه دخل کافه یه رقمی بین 2 تومن تا 3 تومن بوده، ولی کرونا که شروع شد این رقم شروع کرد به کم شدن و ما حتی تو سال گذشته روزایی رو اینجا داشتیم که رقم دخل به 100,000 تومان هم نمی‌رسید. سال گذشته تقریبا نصف سال کاری ما تعطیل بود. بودن 5 ماه، مقطع‌های مختلف 2 هفته، 1 هفته، 1 ماه ما تعطیلی کامل داشتیم. واقعا 1.5 سال 2 سال گذشته ما کاملا تو ضرر بودیم. حالا این مبلغ دخل روزانه یعنی که حالا الان یه مقدار از عید به این ور یه کمی تغییر کرده، یه کم بهتر شده نسبت به سال گذشته، که هنوز تازه بهتر شده، هنوز به رقم روزی 1 تومن نرسیده. از این مبلغ تقریبا 2/3 هزینه متریال بابت اجاره مغازه، هزینه های روزمره مثل آب، برق، گاز، مالیات مغازه حساب میشه، که واقعا صدمه خیلی زیادی رو به همکارای ما توی این سمت زده. داشتن فضای باز خیلی میتونست کمک بکنه. مشتری وقت فضای باز داشته باشی یکم اعتماد بیشتری میکنه، احساس امنیت بیشتری میکنه به خاطر روباز بودن فضا و اینکه حالا تو محیط بسته قرار نمیگیره. در مورد تورم که اصلا دیگه واقعا جای حرفی نیست. هر محدوده‌ای، هر منطقه‌ای حالا به نسبت مشتریایی که داره یه کشش قیمتی داره و از انصاف هم به دوره. آیتمی که با مرغ داره سرو میشه مثلا پنه آلفردو، خامش رو من میخریدم دونه 4,000 تومان، الان دارم میخرم دونه 14,000 تومان. چجوری میتونم قیمت گذاری بکنم که هم مشتری راضی باشه، هم که از جیب خودم چیزی نره؟ من نمیتونم هر روز منومو تغییر بدم. نزدیک 3 ماه افتتاح کردیم. در ماه اول برخلاف چیزی که فکر میکردیم ماه اولمون فروش بالایی داشتیم نسبتا و راضی بودیم. اوایل مرداد ماه که قرنطینه جدی شد، خب طبیعتا مردم میترسیدن بیان بیرون و به شدت فروشمون افت پیدا کرده، میتونم بگم نصف شده، بعضی روزا حتی 1/3 شده و عملا داریم از جیب میدیم میریم جلو. تورم یک ذره ما رو تو قیمت گذاری همون دوچار مشکل کرده، ولی عملا هم کرونا هم تورم داره آسیب میتونه به کارمون. از ترسی که از کرونا با اون حجم از تبلیغات که به وجود اومده بود، سال اول خیلی از لحاظ کاسبی افت شدیدی داشتیم و به مرور که گذشت مخصوصا همین اواخر از لحاظ آب میوه یه مقدار فروش آب میوه بیشتر شده، ولی در نهایت تنها حمایتی که از ما میشه اینه که مردم اگر حمایت بشن از طرف دولت مسلما تمام کسبه حمایت میشن. قیمت هایی که ببینید الان سوای از کرونا افزایش قیمت هایی که تا الان داشتیم خودش موزل بزرگی بوده برای کسبه. از وقتی که کرونا شروع شده برای اینکه مردم نمیتونن بیان بشینن، میترسن بشینن بخورم آب میوه بستنه و کافه شاپ، حدود
40-50% وقت سودشون پایین اومده، درآمدشون. و اعضامون هم اونقدر چه به اصطلاح انصراف دادن، تغییر شغل دادن، رفتن، حدود همین اندازه هم اضافه شده. یعنی 1500-600 تا عضو پروانه دار داریم، همین اندازه الان هم هستش. اتاق اصناف دولت اعلان کردن که به اینا تحصیلات میدیم، ولی تا به حال من نشنیدم که از اعضای ما گرفتن. شاید هم گرفته باشم ولی به ما نگفتن. کرونا از وقتی که وارد ایران شد همه صنفا درگیر بودن، که صنف ما حالا چون نزدیک عیدم بود اسفند ما، اگه حساب کنیم صنف ما بیشترین درگیری رو داشت. خیلی از مردم ترسیدن، دیگه رستوران نیومدن، خیلی چیزا به حالت رستوران ها بیرون بر شد، که این بیرون بر خودش امکاناتی میخواست، هزینه های واسه دستگاه های الکلمون بدیم، الکل خودش، وسایل ضد عفونی کننده، همه اینا وسایلی بودن که پیدا نشدن. ما رو با اداره بهداشت و اینا درگیر کردن، هزینه های حمل و نقل، نمیدونم، همه اینا باعث شد که رو به رشد بشه. یه تعداد از کارا رو سعی کردیم انجام بدیم، هزینه ها رو بالا برد، حاشیه سود خیلی کم شده مثل بقیه صنفا. نه اتحادیه ها واسه ما واکسن در نظر گرفتن، هنوزه هیچی اصلا به سمت رستوران، به سمت کارگراشون نرفته، اصلا هیچی به فکر نیست. با توجه به این بودن بیماری کرونا تنها تاثیر نداشته رو شغل ما، نه رو شغل ما، در کل مملکت یا شاید کل دنیا. تحریم‌های اقتصادی هم برای ما واقعا کمر شکن بوده. ظاهراً ملت ما با دلار کار میکنه، دلار که قیمتش میره بالا، اجناس ما هم همه کسب و کارا میره بالا. تأثیر بسزایی واقعا داشته، کمر شکن بوده. و فکر میکنم اگر اینجوری ادامه بدیم ما هم از پا در بیایم، یعنی دیگه ما هم نتونیم کسب و کار کنیم به خاطر گرونی بیش از حد کالا و به خاطر کم شدن مشتریاش. یعنی ما به زور اینجا رو باز نگه داشتیم فقط به خاطر اینکه یه مغازه 50 ساله است با یه سابقه بسیار درخشان، ولی اینجوری دیگه اصلا به نظر من نمیشه دووم آورد. به هر حال باید مسئولین یه فکری بکنن. اتحادیه ما یه اتحادیه است با اعضای بسیار زیاد ولی اعضای بی پول، اعضایی که قدرت خرید ندارن کمک به اتحادیه کنن. اتحادیه‌های ما یه اتحادیه‌های ورشکسته است، کاری نمیتونه برای ما بکنه. بزرگترین مشکل ما عدم همکاری دولت با ما بود واقعا. یعنی حداقلش ما انتظار داشتیم که توی حق بیمه اصلا واقعا حل کنه، به خاطر اینکه ما مغازه تعطیل بوده، عملا هم حقوق کارگرا رو دادیم هم حق بیمه‌شون رو پرداخت کردیم، در صورت که حداقل میتونستیم ما نصفی از این کارگرها رو، چون کارگرها مقدمیان، البته این کارو نگم، خیلی جای این کارو کردن، کارگرها رو اخراج میکردن، کارگرها میرفتن حقوق بیکارشون رو میگرفتن. برای ماهایی که کارگر رو نگر داشتیم به خاطر اینکه خدمت داشتن اینجا توی کار کردن، با وصف این دولت هیچ کمکی به ما نکرد، نه توی مالیاتش به ما کمکی بکنه یا توی بیمه به ما کمکی بکنه، هیچ کاری نکردش. و این فشاری که دولت در واقع به ما آوردش از کرونا هم بیشتر بودش. صنف ما واقعا یه صنفی خیلی لطمه خورد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تورم گرونی. خیلی همکاره ما اومدن تقریبا اصلا جوابشون بازه رفتن به شغلای دیگه رو آوردن، خیلی اومدن فعلا اعلام تعطیلی کردن، رفتیم بازرسی کردیم دیدیم تعطیلن به خاطر کرونا بازارشون، چون تعطیله فقط باید برای بیرون غذا بدن، بیرون بر غذا بدن. بعضی ها هستن که امکان بیرون بر غذا دادن رو ندارن، اجبارا دیگه تعطیل کردن. اینه که رستورانشون رو تعطیلی کشید و کارگرها رو جواب کردن و تعطیل کردن و خسارت های خیلی سنگینی به صنف ما خورده. ما درخواست می‌کنیم از اقتداری واقعا دست همکار ما رو بگیره، یا یاری بهشون بگه، یاری بهشون بکنه. وقتی سال 98 اسفند ما تعطیل بوده، فروردین و خرداد تعطیل بوده، چه ارزش افزوده بیاریم بدیم؟ وقتی تعطیل اصلا نداشتیم چه ارزش افزوده بیاریم بدیم؟ اومدن مثلا تعمیر کردن سه ماه وقت دادن، وقتی من اصلا نداشتم، فروش نداشتم، مالیات ارزش افزوده نگرفتم، دخلی نداشتم، بیا مالیات ارزش چی بدم؟ ما
مالی به ارزش افزوده است، اگه من اضافه نکردم مثلا فروش نشدم چه مالیاتی بیارم بدم؟ و قرارم اتاق اصلا قول بده که اصلا اضافه نکنه، بر اساس اعلامیه خود همکاری ما هرچی اعلام کردن قبول بکنن مالیاتشون، بر اساس اون اعلامیه خود واحد صنفی بگیرن، ولی کماف سابق همونجوری دارن کار خودشون میکنن و کاری هم صورت ندادن.